درود عزیزای دلم دکتر شوبر هستم و امروز میخوام در مورد درمان قطعی جوش های صورت انواع این جوش ها و افسانه هایی که برای ساخته شده صحبت کنم حتما از شنیدن اینکه اون چیه روی صورتت خسته شدی جالب اینجاست که مشخص جوشه ها ولی باز هم میپرسن حتما آرزو داری که به یک باره از روی صورتت محو بشن و یک پوست صاف و زیبا داشته باشی این واقعا ممکنه و من امروز میخوام از هشت افسانه که برای این جوش ها وجود داره پرده برداری کنم و هم نحوه محو کردن و درمان این جوش ها رو برات بگم همه اینها هم برای نوجوانان هم برای بزرگسالان کار بردیه پس بریم سراغ افسانه هایی که در خصوص این جوش ها وجود داره حتما تا انتهای این ویدیو با من همراه باش تا هم در مورد این افسانه ها بدونی و راستی آزماییشون کنی و هم بتونی نوع جوشی که داری رو شناسایی کنی و هم راه های درمان طبیعی و درمان دارویی و شیمیایی رو هم یاد بگیریم شماره هشت چیزی که میخوریم و نحوه خوردنش به گسترش جوش های صورت ارتباطی نداره این یعنی هیچ ارتباطی بین رژیم غذایی و جوش صورت شما نیستش خب این درست نیستش و علم این نظریه رو ردش کرده چون محصولاتی با شاخص گلایسمیک بالا و یا هورمون هایی که مثلا در شیر وجود دارن خودشون مستقیما میتونن باعث ظاهر شدن جوش ها بشن شماره هفت سیگار کشیدن باعث جوش های صورت می شود کاملا درسته که سیگار کشیدن باعث سرطان و بیماری های ریوی میشه اما مستقیما باعث به وجود اومدن جوش صورت نمیشه سیگار بازسازی پوست رو کند میکنه این یعنی که اگر جوش های صورت داشته باشی اینها خیلی آهسته تر بهبود پیدا میکنن شماره 6 لوازم آرایشی باعث جوش های صورت میشن این درسته ولی نه کاملا چون همه لوازم آرایشی برای پوست شما مضر نیستند پس سعی کن محصولاتی که دارای برچسب نان کامیدو جنیک هستند رو انتخاب کنی چون این محصولات به طور اختصاصی برای پوست های ظریف ساخته شدن همچنین از مصرف محصولات حاوی الکل خودداری کن چون باعث خشکی پوست میشن و شرایط رو برای ظاهر شدن جوشها هموارتر میکنن شماره پنج برونزه کردن به از بین بردن جوش های صورت کمک میکنه این نظریه هم اشتباهه هم واقعا مزره اشعه ماورای بنفش در واقع خودش باعث ظهور جوش های بیشتر میشه پس اگر همین امروز که داری این ویدیو رو نگاه میکنی کلی جوش روی صورت داری باید برای مدت طولانی از برونزه کردن خودداری کنیم اگرم مجبوری در معرض آفتاب باشی حتما از کرم های ضد آفتاب برای محافظت از پوست استفاده کن شماره چهار استرس باعث جوش های صورت میشه این هم یک تصور اشتباهه استرس نمیتونه باعث ایجاد جوش های جدید بشه با این حال ممکنه درمان جوش هایی که از قبل روی صورتت وجود دارن رو کند کنه شماره سه شستن صورت باعث از بین رفتن این جوش ها میشه این نظریه هم اشتباه است عموما جوش ها و مخصوصا جوش های سرسیاه بر اثر مسدود شدن منافذ پوستی ایجاد میشن پس شستن سطح پوست صورت منافذ پوستت رو باز نمیکنه و تازه شستشوی زیاد صورت باعث خشکی پوست و ایجاد سوزش میشه پس از شوینده های مخصوص بدون سولفات برای شستشوی صورت استفاده کن شماره دو خمیر دندان به از بین بردن جوش های صورت کمک میکنه آره درسته اما خمیر دندان حاوی مواد شیمیایی که باعث سوختگی خفیف هم میشه که مطمئنا میتونه جوش ها رو خوش کنه اما باعث سوزش و خارش میشه پس به جای خمیر دندان از کرم های حاوی بنزایل پروکساید استفاده کن این یک داروی موثر برای درمان جوشه شماره یک ترکاندن جوش ها این کار رو بعید میدونم کسی تا حالا انجام نداده باشه پس بذارید یک بار برای همیشه درست و یا غلط بودن این کار رو براتون شرح بدم ترکاندن جوش باعث آسیب رساندن به فلوکول های آلوده پوستی میشه و همین کار ممکنه باعث به وجود اومدن زخم دائمی روی پوست شما بشه و همینطور التهاب رو تشدید میکنه برای همین وقتی میری سراغ ترکاندن یک جوش کوچک بعدش شاهد هجیم شدنش هستی میدونم که باز ممکنه به این کار ادامه بدی پس جان دکتر اگر این کار رو انجام میدی حداقل قبل و بعدش دستات رو خوب بشور چون لمس صورت با دستان کثیف جوشها رو بدتر و تکثیرشون رو بیشتر میکنه اگر تا الان سابسکرایب نکردی حتما برای ویدیوهای بیشتر چنال دکتر شوبه رو سابسکرایب کن و زنگوله کنارش رو هم فعال کن تا هرگز ویدیوهای جدیدی که مطمئنا برای خودت و خانواده عزیزت مفیدن رو از دست ندی و بتونی به رایگان ویزیت بشی خب حالا که تصورات و افسانه های مربوط به جوش های صورت از میان رفتن بریم سراغ اصل مطلب یعنی چگونگی از بین بردن و درمان این جوش ها خب اول از همه باید بفهمی که چه نوع جوشی داری پس بریم سراغ انواع جوش ها شماره پنج جوش های سرسیاه اینها جوش های سیاه کوچکی هستند که بیشتر در اطراف بینی دیده میشن اما دقت داشته باش که تقریبا در هر نقطه ای از بدن مثل کمر، گردن، قفسه سینه، شانه ها و بازوها هم ممکنه ظاهر بشن. قرار گرفتن در معرض اکسیژن عامل رنگشونه که نه تنها سیاه بلکه خاکستری و زرد و قهوه رنگ هم دیده میشن. معمولا بدون دردن و راحت میشه از بین بردشون. شماره چهار جوش های سرسفید اندازه اینها متفاوته و اغلب گرد و سفید رنگ هستند. میتونن در هر جایی ظاهر بشن تقریبا بدون دردن و عموما نوع خفیف در نظر گرفته میشن شماره 3 پاپیول ها اینها به جوش های زیر پوستی معروفن و اندازه های بزرگتری نسبت به دو نوع قبلی دارند. زمانی ظاهر میشن که منافذ مسدود شده پوست بیشتر و بیشتر تحریک بشه پس بزرگتر و عمیقتر در پوست شما فرو میرن کاملا دردناک هستن و نمیشه بازشون کرد یا اصطلاحا ترکاندشون پس تلاش نکن عزیز دلم چون اگر در زیر پوست اینها بترکن ترکن باکتری هاشون در لایه های پوستی میریزه و باعث به وجود اومدن زخم های دائمی میشه پاپیول ها معمولا قطر کمتر از یک سانتیمتر دارند، دارن ولی وقتی لمسشون میکنی سخت و سفت هستن وقتی چند تاشون کنار هم ظاهر بشن باعث ناهمواری روی سطح پوست میشن و این خیلی دردناکه شماره دو پاستیول ها اینها شبیه به پاپیول ها هستن با این تفاوت که با چرک های سفید و زرد رنگ پر شدن مثل پاپیول ها سخت و دردناکن اگر جلوی خودتو بگیری و نتره کنیشون خیلی کار خوبی کردی شماره یک نودیول ها اینها جدی ترین مورد از بین چهار مورد قبلی هن. با قطر حدود یک تا دو سانتیمتر پر از چرکن و باید بهشون توجه داشته باشی و اگر همین الان شک داری که این مورد رو داری حتما باید با یک پزشک صحبت کنی اینها میتونن در هر جایی از بدن ظاهر بشن از جمله صورت گردن زیر بغل کشال ایران یا حتی جایی در داخل بدن مثل ریه ها، تیروید و قدرت لنفاوی اگر تا الان این ویدیو رو لایک نکردی حتما همین الان لایکش کن با این کارت به خیلی ها کمک میکنی تا به این ویدیو دسترسی داشته باشن و بیماری و دردشون کم بشه. خب حالا باید متوجه شده باشی گرفتار چه نوعی از جوش هستی؟ بریم سراغ روش های درمانی همین الان شماره یک صورتت رو بشور هنگام شستشوی صورت خودت از صابون معمولی استفاده نکن چون این اصلا برای تمیز کردنش کافی نیست توصیه میکنم از داروهای موضعی برای درمان آکنی که حاوی اسید سالیسیلیک یا بنزویل پروکساید هستن استفاده کنیم اگر محصولی خریداری کردی که پوستت رو تمیز میکنه چربیشو میگیره اما باعث خشکی بیش از حد پوستت میشه اصلا به مصرف کردنش ادامه نده شماره دو پوستت رو مرتوب کن پوست خشک خودش باعث زدن جوش میشه به همین دلیل باید مرتبا مرتوب نگهداری پوستت رو اما مطمئن شو که مرتوب کننده که میخری فاقد روغن باشه یعنی oil free moisturizer شماره 3 دارو مصرف کن اگر واقعا اوزای جوش ها جدیه یا آکنی بسیار بدی داری می بایست دارو مصرف کنی چندین نوع مختلف دارو هم هستش هم موزی و هم خوراکی مثلا آنتی بیوتیک های موضعی باکتری های قسمت بالای منافذ پوستی رو از بین میبرن و آنتی های خوراکی باکتری های عمیق موجود در منافذ پوستی رو از بین میبرن همچنین این بیوتیک ها برای درمان جوش های درد سرساس مؤثر ترین هستند چون هم باکتری ها را از بین میبرند هم به عنوان یک عامل ضد التهابی برای آرامش پوست عمل میکنند پس اگر واقعا جوش هات برای درد سرساس شدن و با روش های درمانی که دارم میگم محو نمیشن پزشک میتونه برات خیلی راحت آنتیبیوتیک بنویسه و شروع به مصرف کنی نمونه هاش تتروسایکلین مثل مینوسایکلین و داسیسایکلین ماکرولایت مثل اریترومایسین و آزیترومایسین شماره چهار گزینه های طبیعی این شماره برای اون دست از افراد عزیزیه که مخالف مصرف قرص های کارخونه با مواد شیمیایی هستند و میخوان طبیعت جوش هاشون رو درمان کنه از روغن نارگیل استفاده کن اسیدهای چربی مثل اسید لوریک و اسید کاپریلیک در بدن ما نقش ضد باکتریایی خواهند داشت و به از بین بردن جوش ها کمک می کنن. از سرکه سیب استفاده کن. سرکه سیب به دلیل توانایی در مبارزه با بسیاری از انواع باکتری ها و غارچ ها توصیه میشه. اما برخی از متخصصان پوست میگن از استفاده مستقیم سرکه سیب روی پوست خودداری بشه چون ممکنه باعث تحریک پوستی بشه. از ماسک اصل و دارچین استفاده کن اصل و دارچین هم با باکتری ها مبارزه می کنن هم التحاب رو کاهش می دن. که این هر دو عامل محرک جوش ها هستن یک مطالعه در سال 2017 نشون داده که ترکیب اصل و دارچین اثرات ضد باکتریایی علیه جوش ها داره و اینکه اصل به تنهایی میتونه شدت رشد و تکثیر جوش ها رو کاهش بده از چای سبز استفاده کن. چای سبز سرشار از آنتی اکسیدانه و به کاهش جوش ها هم کمک میکنه. پولیفنول های موجود در چای سبز به مبارزه با باکتری ها و کاهش التهاب کمک میکنن. در یک تحقیق افراد روزانه 1500 میلی گرم اصاره چای سبز به مدت چهار هفته مصرف کردند. نتیجه کمتر شدن جوش ها روی بینی، چانه و اطراف دهان بود. دقت داشته باش که استفاده مستقیم چای سبز روی پوست ممکنه به جوش ها کمک هم بکنه که تکثیر بشن از را استفاده کن برای درمان سوختگی و سایر بیماری های پوستی ازش استفاده می کنیم جل را وقتی روی پوست قرار می به التیام زخم ها، درمان سوختگی و مبارزه با التهاب کمک میکنه. آلوورا حاوی سالیسیلیک اسید و گوگرده که هر دو به طور گسترده برای درمان آکنی و جوش مورد استفاده قرار می گیرن. سپاس گذارم که این ویدیو رو لایک کردی. حالا میتونی با ارسال لینک این ویدیو به دوست آشنایانشون نشون بدی که به فکر سلامتیشون هستی. همونطور که میبینی ویدیوهای دیگه ای هم هستن که میتونی به سادگی یک کلیک از مطالبشون بهره مند دوستتون دارم عزیزای دلم مراقب همدیگه باشید بدرود